با درود به دوستان گرامی، من فرهاد کاشانی هستم. امروز 15 شهریور یا 6 سپتامبر، تولد من دیروز بوده و من حداقل سالی یک بار سعی میکنم یه هواپیما سواری، یه هلیکوپتر سواری کاری بکنم. رزرو کرده بودیم برای چهارشنبه دو روز پیش که با یه سسنای 182 به یه مقصدی بریم با یکی از دوستانی که تازگی بازنشسته شده از کاپیتانی شرکت هواپیمای امریکن ایرلاینز. آخرین لحظه هواپیما ایراد پیدا کرد و به ما خبر دادن که تا دو هفته در دسترس نیست. هواپیمای دیگه‌ای در دسترس نبود مگر یکی دیگه که دیروز بعد از ظهر میتونست در دسترس باشه. ولی در این میان اتفاق جالبی افتاد، اونی که من چندین ساله که دنبال این هستم ببینم این هواپیمای الکتریکی بالاخره کی میاد، کجا میاد که من باش پرواز بکنم. و هرچی میگشتم حداقل تو امریکا هنوز گواهینامه FAA شو نگرفته بود و معلوم نبود که حالا بیاد نیاد، چی بیاد اینا. هفته پیش وسط هفته یه چیزی پیدا کردم که دنبال کردم، دیدم شرکتی در یوتا، ایالت یوتا اعلام کرده که هواپیمای ولیس الکترو که مال کمپانی پیپیسترل اسلوونیا هست میفروشه. و با اونا تماس گرفتم، گفتم من خیلی مایلم که اولا یه دمو یا یه سوار بشم، یه بار ببینم اصلا هواپیما نظرم چیه. قرار بود اول برم یوتا، بعد گفتن ما یه جای نزدیکتر هست در لس آنجلس، شما تشریف برید اونجا در سانتا مونیکا و این پرواز انجام بدید. خلاصه من رزرویشن کردم سانتا مونیکا، $150 برای یک ساعت پرواز، $100 هم پول معلم میشه $250. این اتفاق فردا صبح خواهد افتاد. امروز جمعه است و من امشب را میفتم تو ماشین، اگه دو لازم باشه چند ساعت میخوابم و بعد میرم برای اون پرواز. این برای من یکی از این آیتم های خیلی مهمی بود که در زندگی دوست داشتم انجام بدم. به قول اینا باکت لیستم، این توی باکت لیستم بود که با هواپیمای الکتریکی پرواز کرده باشم. حالا چرا با هواپیمای گلایدر پرواز کردم، هواپیمای بنزینی پرواز کردم، هواپیمای دیزلی پرواز کردم و الکتریکی هم که پرواز کنم دیگه تقریبا با هر مدلی از هواپیما پرواز کردم و علاقه هم که به ماشین الکتریکی میدونید، حالا هواپیمای الکتریکی هم بهش اضافه میشه، این دیگه کلکسیون تکمیل تر میشه. این ویدیو شما زمانی میبینید که این پرواز انجام شده، قبلا راجبش دارم ویدیوشو حاضر میکنم که به موقعش وقتی پرواز انجام دادم بعد ویدیوشو بذارم. این هواپیما اونطوری که من از عکساش دیدم خیلی خیلی شبیه اون هواپیمای CTLS است که ما در ایران داریم در شرکتمون و وزنش که با مسافر رو همه چی بیشتر از 600 کیلوگرم نمیتونه باشه که میشه تعریف همون هواپیمای UL یا لایت اسپورت. و فقط فرق قضیه اینه که این هواپیما وزن خالصش از وزن خالص اون هواپیما بیشتره، ولی به جاش اون هواپیما حالا باید 120 لیتر هم بنزین بزنه به جز دوتا مسافر، خود 120 لیتر بنزین ضرب در 7/10 وزن مخصوصش از بکنید یه چیزی حدود 80 کیلو اینطورا وزن بنزینش میشه. بنابراین این به جای اون 80 کیلو باتری داره که هیچ، حتی بیشتر هم داره، به طوری که ظرفیت مسافرش جمعاً 150 کیلوگرم اینطور است، یعنی دو تا آدم حد اکثر 75 کیلوگرمی. اصلا هم جای بار اینا نداره، تو اکثر هم که دیدم پشت صندلی دیگه جای هیچی نیست، در صورتی که اون هواپیمای CTLS ما در ایران پشتش یه جای بار هم داره، میتونید به چمدونی ساکی چیزی بذارید. به هر حال این داستانی است که الان داره اتفاق میفته. من دارم سرعت‌ها رو مقایسه میکنم، حالا اطلاعات بیشتری هست که بعداً بهتون میدم. سرعت‌هاشون نمی‌دونم همه چیزهای مختلف، یه چیز خیلی مشخص اینه که خب رنج مثلا CTLS که ما تو ایران داشتیم 610 مایله و یعنی 1000 کیلومتر بیشتر و کمتر هواپیمایی پیدا میکنید که همچین بوردی داشته باشه، یعنی تقریبا 8 ساعت میتونه پرواز کنه. 8 ساعت پرواز بهتون میگم مثل ماشین نیست، ماشین رو بالاخره میتونید پیاده شید، دستشویی بدید اینا، هواپیما تو سوار میشید دیگه دستشویی اینا خبری نیست، مگه با خودتون
بطری هایی رو برده باشید، چیزهای مخصوص هست. بنابراین توی هواپیما واقعا پروازه آموزشی که همیشه یک ساعته، پروازه مسافرتی رو ملت سعی میکنن به قسمت های سه ساعت بشکنن و یه هواپیما کوچیک اینجوریه که بتونن یه راهی برن و یه قدمی بزنن و یه توالتی برن و یه چیزی بخورن. اینی که با اون که 8 ساعت میتونه پرواز کنه، ولی عملا از اون مسئله استفاده زیادی نمیشه. این هواپیما میتونه 1.5 ساعت پرواز کنه، 57 کیلووات که معادل یه دونه تسلای مدل 3 شاید یه ذره بیشتر، و اینطوری که من محاسبه کردم CTLS پروازش ساعتی $25 خرج داره فقط برای بنزینش. این هواپیما ساعتی بوده $10 اگه برق کیلوواتی 25 سنت باشه. حالا اونجا که میرم میپرسم، شاید گرونتر باشه شاید ارزونتر باشه، ولی این از اون 1.5 ساعت که میتونه پرواز کنه. چون طبق قوانین FAA شما باید همیشه وقتی میشینید هنوز نیم ساعت سوخت توی پاکتون باشه، این در مورد هواپیمای بنزینی هم صدق میکنه. وقتی هواپیما میشینه هنوز باید نیم ساعت شارژ داشته باشه. بنابراین این هواپیما فقط برای 1 ساعت میتونه پرواز کنه، نیم ساعت آخر با تو زمین باشه که دوباره شارژ کنه و بره. ظاهرا به من گفتن تو 1 ساعت هم دوباره شارژ میشه. حالا اون شارژرش چیز به خصوصیه یا به برق معمولی میزنن، اینا چیزاییست که فردا بیشتر راجبش خواهم یاد خواهم گرفت. ولی خیلی هیجان زده هستم برای این کار، برای اینکه گفتم این اصلا یکی از آرزوهای من بود که با هواپیمای الکتریکی پرواز کنم. هواپیمای الکتریکی اصلا امکان فکرش هم نمیتونه اصلا بکنه در 15 سال پیش که میتونه یه روز وجود داشته باشه. ولی این کمپانی پیپیسترل که الان فکر میکنم شرکت تکستران، همون شرکتی که هلیکوپتر بل و کمپانی سسنا رو داره، اینا هم خریداری کرده. اینا در اسلوونیا هستن و خودشون رو تونستن خوب جلو بنزن. هواپیمای الکتریکی فیلد جدیدی بود، هر کشوری میتونست وارد این وارد بشه، مثلا ایران بشه که این وسایل جنگی کشنده و مخرب و اینا رو بسازه، به راحتی میتونست که هواپیمای الکتریکی ساخته بشه و پرچمدار این نوع هواپیما بشه در تمام جهان. ولی خب دوستان ما فقط به جز مرگ و کشتار کلن چیز دیگه بلد نیستن و حالا فکر میکنن که هنری کردن، موشک ساختن فلان. روسیه سابق، شوروی سابق متخصص ساختن موشک و بمب و این چیزا، مسلسل کلاشنیکوف و این جریانات. ولی همون کشور یه ماشین درست حسابی نمیتونست بسازه، هنوز هم نمیتونه بسازه. اینه که کسی بخواد کشوری فقط به ضرب و زور اون چیزاش بخواد بگه ما کشور پیشرفته هستیم چون موشکمون 2000 کیلومتر میره، نه. اونا رو شوروی هم داشت، ولی شوروی یه ماشین نمیتونست بسازه حتی در حد پراید و در حد پیکان. بنابراین اگه اونا رو تونستید، اگه تون ماشین خوب تونستید بسازید، هیوندای بسازید، کیا خوب بسازید، میتونید خودتون جز کشور پیشرفته بذارید. به هر حال حالا دیگه فعلا این نیست که هست. من الان اینجا که دارم شارژ میکنم، بغل دستم یک ماشین عجیب غریبی زیر چادر پوشیده شده، همونطور که میبینید، و نمیدونم این چیکار داره میکنه تو شارژر تسلا. شارژ که نمیکنه، ندیدم شارژ کنه، ولی هیچ بعید نیست که این تسلای مدل 2 باشه، آوردن اینجا بیکارایش بکنن یا شارژش بکنن. روشم کاملا با چادر پوشوندن که معلوم نشه چیه. و منم حالا تا نیم ساعت سر رو دیگه اینجا هستم، ببینم که بالاخره یارو راه میفته ما بفهمیم این چیه یا نه. در مورد مسافرت باتون در بیشتر خبر خواهم داد وقتی که حرکت بکنم و از این حرفا. رخت خوابم پشت هی حاضر که برسم جلو فرودگاه بخوابم 2-3 ساعت و برم پرواز. فعلا خوب و خوش باشید. ساعت 2:15 نصف شب و من در شارژر تسلا هستم. این دومین شارژ برای اینکه برسم به لس آنجلس. علتی که دوبار شد اینه که بار اولو پر نبود شارژم، با 40 مایل 50 مایل خالی را افتادم، یعنی با 180 مایل، و به همین فکر رسیده رو پر میکنم. الان که گوشم شارژ میگه نیم ساعت بیشتر لازم نداری تا راه بیفتی، تا فرودگاه هم که 2 ساعت بیشتر راه نیست،
این وقت کافی دارم فکر کنم اینجا الان یه یک ساعتی بخوابم که ماشینم بره خور بشه که بعد راه میفتم به فرودگاه برسم تا یه مدت بعدشم شارژ داشته باشم. این از شما و اینم تا بریم بخوابیم. چون اینجا خلبان داره پرواز بعدی داره چارجر رو وصل میکنه و ظاهرا با این چارجر خیلی سریع ما زبده یک ساعت اینطورا شارژ میشه. این شارژریست که ببینید بنابراین هواما تقریبا هر یک ساعت که میره بالا میاد پایین یه ساعت بعد میتونه پرواز بعدیش رو شروع کنه. معلمی رو که انتخاب کردن لاغره، هم هیکل منه و مخصوصا انتخابش کردن که وزن کمتر برای این هواپیما مناسب باشه. بعضی از معلم خلبانه قبلی من اینقدر سنگین بودن که به تنهایی جای دو نفر رو توی هواپیما میگیرن. از نظر وزنی اینه که من و ایشون وزنمون شاید برای این هواپیما خیلی کامل و خوب بود. نک دارم میرم با سی با هواپیمای برقی پرواز کنم برای اولین بار. Had flights with gliders, gasoline engines, diesel engines. Now this is the last one, electric. Now you've All right, so I'll just kind of go over exactly what I think we should do today. Okay. To make it a really nice flight for you, we'll make it nice and easy. I'll do the radio communications, just going there and back, and you'll do the whole flight. I may do the landing, because landing this aircraft is unlike any other light sport I've ever landed before. It's very much like an airliner. You need a lot of flare, and it doesn't float for very long. Okay. Even though it has a giant glider wing, it's interesting, so I'll kind of walk us through that. And I was thinking, why don't we go along the coastline at like 500 feet, nice and low over the water, so you can get some really nice views, take some photographs, and then we'll go up to Malibu, come back around here, over the Palisades for a little bit, and then come back in. Yeah, sure. All right, there is no run-up in this airplane. That's at all. I know. Just turn it on, we do one quick power check, and I'll just do all of that. How about warming up the batteries? Is that something I read somewhere that you have to turn something on and let the batteries warm up a little bit? Nope. No need to warm up these batteries. You can just turn it on to practically get going. Yeah, I'll walk you through everything I'm doing, and it's just like any other airplane. You'll find it's very easy on the controls when you're flying. So, okay. Do you have any questions for me before we go? No, that's it. I'm looking forward to it. You know, I drove from San Francisco to here last night. Oh, wow. Excited about what I'm going to do today. Oh, that's fantastic. Well, let's make it a really fun experience for you. So getting in, I would get in butt first. It's a little easier just to kind of sit your way.
once we've finished our climb and we get up to about 500 feet, we're going to pull the power to 20. So it just goes in increments of 20. این هم عروس خانومی که امروز قراره باش پرواز کنیم. به نظرم یه ذره از اون هواپیمای CTLS که ما در شرکت ایران داریم کوچیکتر و شاید سبکتر به نظر میاد. حالا ممکنه اونو من اینقدر ندیدم یادم رفته که چقدر اونم کوچیک بوده. به هر حال ما دیروز دو تا توقف وسط راهی داشتیم، هر کدوم من نیم ساعتی چورتی زدم. اینجا فرودگاه رسیدیم پارکینگ، اینجا یه دو ساعتی هم اینجا خوابیدیم و سر حال بیدار شدیم، صبحونه رو خوردیم. میترسیم جای پارکینگ اون تو فرودگاه بریم بیرون، یه موقع مثلا نیم ساعت دیگه ملت بیان پارکینگ شلوغ بشه، برای همین دیگه وایسادیم اینجا تا اینجا باز بشه. این هواپیما الان سیمی چیزی بهش وصل نیست، من نمیدونم چه جوری شارژ میشه و کجا شارژ میشه، ولی در حال حاضر بهش هیچ سیمی چیزی وصل نیست.
مالیبو کالیفرنیا است. خونه ها بسیار بسیار گران، چند میلیون دلار و یه سیل و سونامی بیادم، همشون در خط مقدم جبهه هستن. در راه بازگشت به فرودگاه هست. این هم یه زمین گلف از بالا. فرودگاه لس آنجلس. داونتاون لس آنجلس. این هم فرودگاه سانتا مونیکا که ما ازش بلند شدیم.
turning it off, so we check our time right there. It's 43 hours and 7 minutes. And then all you gotta do is power, battery, avionics, investor. And that's it. Finish, huh? Okay. Alright. این ملخ هواپیما رو ببینید با دست میشه چرخوندش راحت. مثل هواپیمای پیستونی نیست که کمپرس بشه و از این حرف ها. باتری ها لیتیوم آیونه. نصف باتری ها این جلوه. نصفش این عقبه که با هوا خنک میشه اینجا. بقیه هم که دیگه مثل بقیه هواپیما هاست. با درود به دوستان گرامی، من فرهاد کاشانی هستم و این ویدیو رو دارم در راه بازگشت به شمال کالیفرنیا ضبط میکنم. در نزدیکی شهری به نام سالبنک هستم که شهر قشنگی است. ازش ویدیو سعی میکنم تهیه کنم. پرواز الکتریکی امروز انجام شد، چیزی که همیشه آرزوشو داشتم و همه چیز همون طوری بود که فکر میکردم. روشن کردن که آب خوردن به قول شما 3 سوت، تمام اون چک کردن که هوای موتوری داره که بیشترش مربوط به موتور و سوخت و این حرف هاست وجود نداره. یه دونه تست داره که یه دفعه دور موتور میبری بالا ببینی واتش به نمیدونم به چقدر وات میرسه، 50 وات میرسه یا نه. و هم سوار میشی سر باند و روشن میکنی دوباره که رفتی، یعنی چند 10 دقیقه حداقل صرف جویی میکنه در تست های قبل از پرواز. زمان پرواز هم فکر میکردم 1 ساعت بیشتر نشه و نشد، حدود 50 دقیقه پرواز کردیم، ولی خلبان میگفتش که تا FAA اجازه داده که این هواپیما به طور استثنایی با 10 دقیقه بنزین هم میتونن بشینن، یعنی میتونه 1 ساعت و 20 دقیقه پرواز کنه. ولی گفت من ریسک نمی کنم، برای اینکه اگه بیام برای نشستن و انجام نشه گواراند مجبور باشم بدن. گواراند یعنی شما دیبری یه دوری که ترافیک بزنی بیای 1-4 دقیقه طول میکشه، که اونطوری خیلی ریسکی میشه. و برای همین هم بعد از نزدیک 50 دقیقه برگشتیم. تمام پرواز رو به جز لندین من انجام دادم. اولم گفت کنیش گارتی ایکا پاتو لطه مداره که من نگاه کرد، همه چیز کرد، گفت مکالمه با من، تیک آف با من، نه تیک آف با تو، پرواز با تو، موقع لندینگ من دوباره تیک آور میکنم و لندینگ، چون هواپا چیزی به خصوصیه و فلوت میکنه، زود نمیشینه، باید مثل ایرلاین و اون خوبیدش زمین. خلاصه گفتیم باش و همینطورم شد. یعنی از این شاید 50 دقیقه 40 دقیقه شما من پرواز کردم، از اون 10 دقیقه 5 دقیقه نشستنه بود، 5 دقیقه هم فرمون رو میدادم دستمون موقعی که مثلا فیلم برداری میکنم که قبلا همتون گفتم بهش میگه your airplane، اونم باید جواب بده my airplane، یه این مشخص میکنه مسئولیت منتقل شد. همینطوری که مثلا تو هم فرمون رو بگی منم فرمون رو دارم و این حرفا، نه اونجوری جور در نمیاد. اینه که چندین بار این داستان my airplane your airplane بره ما عوض شد تا کار انجام شد. هواپیما وقتی نشستیم هنوز درصد شاره یادم نیست، فکر کنم ویدیو گرفتم که درصد واتش چقدر بود. هواپیما 57 کیلووات مکسیموم از تسلای 3 یه ذره بیشتر. آیا به درد آموزشی میخوره؟ بله، برای آموزش 1 ساعته مثلا حرف نداره و آموزش هم اکثرا 1 ساعت است. تنها جایی که آموزش بیشتر از 1 ساعت میشه پروازهای ناوبریه که شما باید برید 2 تا نقطه به خصوص موقع امتحان، 2 تا شهر رو، یعنی باید برید یه شهر دیگه بشینی، از اونجا برید یه شهر دیگه، باید برگردی مثلث رو انجام بدی که اون یه چیزی بود 2 ساعت وقت میگیره و این هواپیما قادر نیست اون کار انجام بده. بنابراین نمیدونم دید FAA در این مورد چیه، یعنی من میخوام اصلا از اول پرایوت پایلوت رو با این شروع کنم، آیا میتونم جایی که نمیتونم باش کروز برم، میتونم کروزم و یه هواپیمای دیگه برم و یه ذره مشکل آدم جواب بده، چون کروزم بیشترین مقداری که رو پرواز که میدید امتحان میدید مقدار زیادش رو همون داستان کروزه. اگه بگی این هواپیما
روز انجام نمیده، در واقع شما با یه هواپیمای ساده تر رفتید امتحان دادید یا آزمایش یاد گرفتید. خیلی پرواز ساده است، هواپیمای خیلی کنترل شده و خوبی بود، ولی ممکنه که با این هواپیما نشه گواهی نامه شخصی گرفت. شاید بشه باش گواهی نامه LSA یا UL گرفت، بخاطر اینکه جز در UL مسافرت کروز جز چیزای کراس کانتری جز لزومات نیست، جز الزامات نیست. در حال تجربه خیلی خوب بود که من تا حالا ساعت ها و چندین روز راجبش فکر خواهم کرد، راجب فرقایی که دیدم و اینا. حالا بازم با ویدیوهای دیگه با هم صحبت میکنیم، پس باز هم مثل ویدیو قبلی در مورد تسلا باید بگم که ماشین هواپیمای بعدی شما باید هواپیمای برقی باشه و چه مارکی. فعلا مدلیست که این شرکت داده بیرون و ولیس الکترو، و این آقای ولیس الکترو اینقدر کارش خوب بود که شرکت مادر بل هلیکوپتر و سسنا و بیچکرافت به نام تکستران اومد اینو خرید، الان جزی از تکسترانه، حتی جاش به اون اسلوبینی هست و همونجا کارش انجام میده و کارشون خیلی درسته. امیدوارم که، یعنی مطمئنم، مثلا امیدوارم نیست، مطمئنم که در آینده نزدیک همینطور برد اضافه میشه، میشه 2 ساعت، میشه 3 ساعت، میشه 4 ساعت. و این هم تسلایی که موقع 220 مایل بود الان به 2 برابر رسیده، 420 مایل میتونه بره، و شرکت های دیگه به 2 برابر نیم رسوندنش. در نتیجه این داستان ادامه داره، این هواپیما استثنا نخواهد بود و شروع میکنه هی بهتر و بهتر شدن، و امیدوارم که یه روز ایران هم بیاد، چون ایران از اسلوونیا خیلی راحت‌تر میدونه چیز بخره، اگرچه شرکت آمریکاییه ممکنه سختگیری‌های بکنه برای ایران، ولی فکر میکنم برای ایران مناسب باشه. 150,000 دلار برای پرواز آموزشی، به خصوص جایی که خلبان میخواد ساعت پرواز ببره بالا که بتونه واجد شرایط بشه، و پرواز آمریکایی گرونتره، به هر حال بنزین بیشتر و مصرف بنزین بیشتر و قیمت بنزین، در صورتی که این هواپیما الکتریکی ارزان‌تره. پس بنابراین اونایی که ساعت لازم دارن میتونن با این پروازها ساعتاشون اضافه کنن و موقع امتحان با اون هواپیمای اصلی که دارن کارشون میکنن امتحان بدن. اینم از این. روز بزرگی بود برای من، یکی از روزهای فراموش نشدنی، و دیگه ببینیم چی میشه. خوب و خوش باشید، سوالاتون هم بنویسید و تو جواب میدم، ممکنه یه ویدیو هم در این مورد لایف بذارم که دوستان هر سوالی دارن بتونن بپرسن. خوب و خوش باشید.